سلام، مینا صابری هستم، فارغ التحصیل رشته موسیقی. ما اینجاییم که تئوری موسیقی رو به زبون خیلی راحت برای کسایی که علاقه‌مند به یادگیری تئوری موسیقی هستن آموزش بدیم. امیدوارم که این درس ها براتون مفید باشه و خیلی راحت بتونم بهتون انتقال بدم. اولین سوال که خیلی پرسیده شده رو میخوام جوابش رو بگم که چرا باید تئوری موسیقی رو یاد بگیریم؟ به نظر من وقتی که یه نفر تصمیم میگیره که یک سازی رو یاد بگیره، فقط نباید خودش رو محدود کنه به اون ساز، باید با دنیای اون ساز آشنا بشه، با دنیای موسیقی آشنا بشه. به طور مثال اگه من نوازنده ویولون هستم، نباید فقط خودم رو محدود کنم به دنیای ویولون، نباید محدود کنم به کتابهایی که فقط دارم از روش میزنم. من باید جوری آموزش ببینم که با دنیای موسیقی آشنا بشم، باید یاد بگیرم که اگر با یک نوازنده ساز دیگه نشستم، اگر اون اصطلاحاتی رو به کار برد در مورد سازش، منم متوجه بشم، فقط به ساز خودم اکتفا نکنم، هر کتاب ساز دیگه رو باز کنم، بتونم خیلی راحت مطالعه کنم و همه رو متوجه بشم. و امیدوارم که این آموزش ها براتون مثمر ثمر واقع بشه و لذت ببرید. درس اولی که قراره اینجا یاد بگیریم آشنایی با نوت‌های موسیقیه. هر زبونی یه الفبایی داره، مثل فارسی، انگلیسی، هر زبونی یه الفبایی داره. موسیقی هم چون یک زبون جداگانه است یه الفبایی داره که الفبای موسیقی رو بهش میگن نوت. الفبای موسیقی 7 تاست. 7 عدد الفبای موسیقی داریم. یعنی ما هرچی صدا، اصوات، آهنگ، هرچی که گوش میدیم از این 7 عدد نوت تشکیل شده و یه سری فرعیات که کم کم همه رو یاد میگیریم. بخوام خیلی واضح‌تر بهتون بگم، مثل الف که توی الفبای فارسی فقط میگیم الف به پ و ادامه، نمیگیم الف ا ا او ا او ای. اونا دیگه توی الفبای فارسی نیست، اونا یه سری فرعیات مال الفه. موسیقی هم همینه، 7 نوت اصلیش جداست، هر کدوم اونا یه فرعیاتی دارن که حالا کم کم یاد میگیریم. دو ر می فا سل لا سی، 7 حروف الفبای موسیقی ما. این 7 عدد نوت یه سری علامت های اختصاری هم داره که یا بهش میگن هجایی. دقت کنین، خط اول نوت ها رو نوشتم، خط دوم به زبان فارسی نوشتم و خط سوم به زبان هجایی یا حروف اختصاری. پس الفبای موسیقی ما از این 7 یا ما نوتمون از این 7 تشکیل میشه. همونطور که فارسی رو روی 1 خط می نویسیم، انگلیسی رو روی 2 خط می نویسیم، موسیقی رو روی 5 خط می نویسیم. پس موسیقی رو روی 5 خط می نویسیم. من می کشم براتون. 1 2 3 4 5. حتما 1 از پایین شروع میشه. 2. به این 5 خط میگن خطوط حامل. پس نوت‌های ما توی موسیقی روی 5 خط نوشته میشن که بهش میگن خطوط حامل. اول هر خط حاملی ما یه کلید داریم. که به این کلید میگن کلید سل. ما 5 نوع کلید داریم، ولی فعلا ما همین کلید سل رو الان یاد میگیریم برای شناختن نوت ها و بعدن کم کم کلید های دیگرم من بهتون آموزش میدم. ولی کلید سل تصویر رو ببینیم.
5 خط حامل که خطوط حامل بهش میگن و اول هر خط موسیقی که در حقیقت این کلید به ما نشون میده که اسم هر نوت روی خطوط حامل چی میتونه باشه، که گفتم انواع دیگه کلیدم من حتما بهتون میگم. ما 3 دسته نوت داریم، من هر دسته رو براتون مینویسم. دسته اول نوت های بالای خط حامل. نوت های بالای خط حامل اسمش مشخصه کاملا، نوت های بالا. و باز هم ادامه داره که ما الان دیگه تا همینجا کافیه فعلا تا بعدن. سول، لا، سی، دو، ره، می، فا. این یه ترتیبیه، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. یه ترتیبیه که نوت ها از پایین خط حامل تا روی خط حامل تا بالای خط حامل به این ترتیب هی تکرار میشه، که من فرق تمام اینها رو خدمتتون عرض میکنم. پس این شد نوت های بالای خط حامل. نوت های دسته دوم، نوت های روی خط حامل، کلید سول روی خط حامل اسمش مشخصه. برای روی خط حامل یکی در میون، یکی روی خط قرار میگیره، یکی بین خط، یکی روی خط، یکی بین خط. اسمشون رو مینویسیم. اینجا به فا خط میشه. نوت‌های بالای خط حامل اگه یادتون باشه از این بالا شروع میشد و سول بود. اون تکراری که میگم اینجا مشخصه. می، فا، سول، لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی و اون نوت‌های بالای خط حامل. و دسته سوم، نوت‌های زیر خط حامل. همونایی که بالای خط حامل بود همونا رو انتقال میدیم، یعنی به همون شکل انتقال میدیم به پایین خط حامل. این هم ادامه داره که ما الان کاری به ادامهش نداریم، فعلا تا همینجا مینویسیم. میبینید این همونایی که بالای خط حامل بود همونا اومده پایین خط حامل. بالا که بود همین چسبیده بود، یه خط توش بود، یه خط پایینش بود، دو تا خط و همونا اومده چیز. اینا رو بهتون میگم برای یادگیری و اینکه راحت تر توی ذهنتون قرار بگیره. خب ما برای اینکه اینا رو حفظ کنیم چیکار کنیم؟ خب مسلما برای کسی که تازه شروع کرده یه ذره حفظ کردن نوت ها براش سخته. چی کار کنیم؟ من راهکاری که میتونم بهتون بدم، اولا که هیچ قانون، فرمول، هیچ چیزی نداره. انقدر باید تمرین کنیم و انقدر نگاهش کنیم که در حقیقت با چشم آدم آشنا میشه و تو حافظه آدم بشینه. ولی من خودم یادم اون زمانه که کوچولو بودم و موسیقی رو شروع کردم، اومدم چیکار کردم؟ اول از روی نوت‌های روی خط حامل شروع کردم، چون نوت‌های روی خط حامل خیلی نسبت به بالا و پایین خط حامل راحت‌تره، چون خطوط کمکی دیگه نداره، روی خط حامل نوشته میشه. ولی نوت‌های پایین و بالای خط حامل خطوط کمکی داره، خب که به اینا میگن خطوط کمکی. واسه همینه که یه ذره خب سخت‌تر میشه. بیاین نوت‌های روی خط حامل رو اول حفظ کنیم. چجوری حالا اونو حفظ کنیم؟ میتونین یه نوتو توی ذهنتون ملکه قرار بدین. خب هر نوتی، من خودم اون زمانا که کوچولو بودم نوت سولو ملکه قرار داده بودم توی ذهن خودم، ولی
میتونید نوت می، هر نوتی رو توی ذهن خودتون قرار بدین و وقتایی که میخواین شروع کنین هی برای خودتون پنج خط حامل رو بکشین، وقتایی که میخواین تمرین کنین پنج خط حامل رو بکشین و نوتای مختلف و جاهای مختلف بکشین و با توجه به اون نوتی که توی ذهن خودتون ملکه قرار دادین فعلا میتونین تا چند روز اول مسلمه که میشمرید و میون جلو تا به نوت مورد نظر برسین. انقدر باید این تمرین رو انجام بدین تا به چشمتون عادت کنه این نوتا و توی ذهنتون جا بگیره. حالا میخوام چی کار کنیم؟ فرق این نوتا رو اگه دقت کنین توی این هم بالا هم پایین هم روی خط حامل، مثلا ما 3-4 سول داشتیم، 3-4 فا داشتیم، خیلی ها برشون سواله که این نوت ها با همدیگه چه فرقی داره. الان میخواییم اونو بگیم. دقت کنین میبینین اون تکرار، اون چیزی که گفتم دوره می فا سولا سی هی داره تکرار میشه، می فا سولا سی دوره می فا سولا سی دوره می فا سولا سی دوره می فا. پس اگر بعد از اینم نوتی داشته باشیم که 4 خط کمکی میاد، چون هی خطا اضافه میشه دیگه، میبینید 1 خط 2 خط 3 خط مثلا 4 خطش بیاد پس میشه سول، پس بعدیش میشه لا و همینطور. حالا چه فرقی داره؟ مثلا اینجا نگاه کنین، ما الان یه دونه سول داریم، 2 سول داریم، 3، بعد از اون دوباره 4. این 3 سول با همدیگه چه فرقی داره؟ از لحاظ بمی و زیری صدا با همدیگه فرق داره. هرچی نوت به سمت پایین خط حامل میریم صدا بمتر یا کلوفت تره. هرچی به سمت بالای خط حامل میریم صدا زیرتر یا نازکتر. پس صداهای اینجا صدای بمتر و کلوفتر، صدای متعادل، صدای نازکتر که بخواییم تقسیم بندی کنیم اینجور میشه. درست شد؟ بم، متعادل و زیر. خب دوستای گلم، جلسه اول ما تموم شد. امیدوارم که تونسته باشم خوب بهتون انتقال داده باشم و ازتون خواهش میکنم که اینا رو هر روز روزی 1 ربع، همین فقط روزی 1 ربع تمرین کنین و من به شما قول میدم اگه به اون سبکی که بهتون گفتم تمرین کنین خیلی زود نوتای موسیقی رو یاد میگیرین. یادتون باشه که برای یاد گرفتن موسیقی و برای یاد گرفتن هر زبونی اولین قدم اینه که حروف الفبای اون زبون رو یاد بگیریم. پس فکر نکنید این چیزای ساده است و میشه ازش گذشت. نه، اولین چیزی که یاد میگیرین و مهمترین چیز یاد گرفتن این نوت ها و جاشون روی خطوط حامله. میبینمت.